سلام، با مهمترین خبرها از 8 صبح خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 15 جوزای 1403 خورشیدی است که با 4 جون 2024 میلادی برابر است. نخست در خط خبرها. حمله تفنگداران ناشناس بر دفتر کارمندان پروژه کانال قوشتیپه در جوزجان، یک مهندس و یک کارمند خدماتی به قتل رسیدند. اظهارات تازه رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی تهدیدات فرامرزی و تروریسم افغانستان را در محور توجه ها قرار داده است. ادامه دادگاه های صحرایی در کشور، طالبان بیش از 50 تن به شمول زنان را در ورزشگاه سرپل شلاق زدند. ادامه اعتراضات دانشجویی در آمریکا، پلیس 70 معترض طرفدار فلسطین را پس از ورود به کنسولگری و اسرائیل در سان فرانسیسکو بازداشت کرد. و نشر نتیجه یک تحقیق، صدها سرباز روس به گونه اجباری به جنگ اوکراین فرستاده می شوند. مشروع منابع معتبر بر روزنامه 8 صبح میگویند که در پی حمله تفنگداران ناشناس بر دفتر یک شرکت پیمانکار پروژه کانال قوشتیپه، یکی مهندس و صفاکار کشته شدند. تفنگداران ناشناس دوشنبه شب به دفتر یک شرکت خصوصی به نام ریدیگل در ساحه سخی‌آباد شهر شبرغان مرکز جوزجان حمله کردند. هویت افراد قربانی مشخص نیست، اما شرکت ریدیگل در کنار دیگر شرکت‌های پیمانکار مسئولیت کندنکاری بخش از کانال قوشتیپه را بر عهده دارد. هنوز مسئولیت این رویداد را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است و طالبان هم در این مورد اظهار نظری نکردند. پس از آغاز کار کانال قوشتیپه در جوزجان، این نخستین بار است که کارکنان مرتبط با این پروژه هدف حمله قرار می‌گیرند. با ادامه سیاست‌های مبهم کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در قبال افغانستان، ایمان قلی تاسما گومبتوف رئیس این سازمان افغانستان را مرکز تهدیدهای فرامرزی خوانده و بر تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان تاکید کرده است. این در حالی است که قزاقستان عضو همین سازمان روز گذشته طالبان که با داشتن ارتباط با گروه‌های مختلف تروریستی متهم هستند را از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور حذف کرد. جزئیات بیشتر در گزارش. وضعیت افغانستان در حال به نگرانی برخی از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی دامن زده است که اظهارات مقامات کشورهای عضو این سازمان و موضعشان در برابر طالبان متناقض است. پس از آن که قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد، حالا رئیس پارلمان تاجیکستان و رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی افغانستان را منبع تروریسم و تهدیدهای فرامرزی خواندند. رستم امام علی رئیس پارلمان تاجیکستان و فرزند رئیس جمهور این کشور میگوید که افغانستان زیر سلطه طالبان بار دیگر به مرکز تروریسم تبدیل شده است. امام علی روز دوشنبه 14 جوزا در نشست رؤسای پارلمان کشورهای سازمان پیمان امنیتی جمعی در آلماتای قزاقستان گفته است که مدارس دینی در افغانستان جهادگران انتحاری را پرورش می دهند. به گفته ای امام علی، بیش از 1000 مدرسه دینی در افغانستان ایجاد شده است که بیشتر آنها در ولایت مرزی افغانستان قرار دارند. وی افزوده است، افغانستان دوباره به مرکز تروریسم تبدیل شده است. ده‌ها گروه افراطی و تروریستی در خاک افغانستان حضور خود را تقویت کردند. حجم کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است. وی همچنان هشدار داده است که ادامه وضعیت جاری در افغانستان پیامدهای بسیار مخربی را برای کشورهای آسیای میانه به دنبال خواهد داشت. از سوی هم ایمان قلی تاسما گومبتوف رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی بار دیگر نسبت به تهدید تروریسم از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او افزوده است افغانستان مرکز اصلی بی‌ثباتی، منبع چالش‌ها و تهدیدهای فرامرزی در آسیای مرکزی همچنان در کانون توجه سازمان قرار دارد. ایمان قلی گفته است که سازمان پیمان امنیت جمعی با استفاده از گروه‌های کاری زیر نظر شورای وزیران خارجه این سازمان به نظارت بر چالش‌ها و تهدیدهای مرتبط با افغانستان و هماهنگ کردن تلاش‌ها برای مقابله با آنها ادامه می‌دهد.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس پارلمان تاجیکستان گفته است که این گروه اجازه فعالیت علیه کشورهای دیگر از خاک افغانستان را به هیچ گروهی نمی‌دهد. این در حالی است که چند پیش مقامات روسیه نیز از احتمال خروج طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی خبر داده بودند، اما وزیر دفاع روسیه افغانستان را منبع اصلی بی‌ثباتی کشورهای آسیای مرکزی خواند. منابع محلی در سرپل از محکمه صحرایی 52 تن از سوی طالبان خبر می‌دهند. طالبان این افراد را روز سه‌شنبه 15 جوزاد در ورزشگاه مرکزی سرپل و در محضر عام شلاق زدند. از میان افراد مجازات شده 8 تن آنان زن بودند. این افراد به اتهام‌های مختلف از جمله رابطه خارج از ازدواج، فرار از منزل و سرقت شلاق زده شدند. روز گذشته ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در سرپل با نشر اطلاعیه‌ای از مردمین ولایت خواست که برای تماشای مجازات متهمان به ورزشگاه بروند. گفته می شود طالبان پس از بازرسی بدنی و ضبط گوشی‌های هوشمند مردم را اجازه تماشای مجازات و محکمه صحرایی دادند. پلیس شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا آمریکا 70 معترض طرفدار فلسطین را پس از ورود به محوطه کنسولگری اسرائیل در این شهر بازداشت کرده است. پلیس در بیانیه اعلام کرده است که معترضان روز دوشنبه به محوطه کنسولگری اسرائیل در سان فرانسیسکو وارد شدند. بر بنیاد این بیانیه بر رغم هشدار ماموران امنیتی، اما معترضان ساختمان کنسولگری را ترک نکردند و در نهایت آنان توسط پلیس بازداشت شدند. یکی از گواهان رویداد بر رویترز گفته که پلیس معترضان را یکی پس از دیگری از ساختمان خارج و بازداشت کرده است. با این حال کنسولگری اسرائیل معترضان را آشوبگران طرفدار حماس خوانده است. این در حالی است که چند پیش نیز پلیس آمریکا صدها دانشجوی طرفدار فلسطین را از دانشگاه‌های این کشور بازداشت کرده بود. بر بنیاد گزارش‌ها شماری از سربازان روسیه که رقم آنان به صدها تن می‌رسد به گونه اجباری به جنگ اوکراین فرستاده می‌شوند. نیوزویک روز سه‌شنبه نوشته است که طبق تحقیقات انجام شده توسط رسانه ورستکا، خبرگزاری مستقل روسی، صدها شهروند روسیه که از جنگیدن در اوکراین امتناع می‌کنند، به زور به خطوط نبرد فرستاده می‌شوند. طبق اطلاعات این رسانه سربازانی که نمیخواهند بجنگند مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار میگیرند و بازداشت میشوند. وزارت دفاع روسیه هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است. طبق اطلاعات ورستکا دست کم 170 مردی که ارتش روسیه را ترک کرده بودند از حق محاکمه محروم و دوباره به جنگ فرستاده شدند. در سوی دیگر جبهه نیز وضعیت چندان تفاوت ندارد، زیرا ارتش اوکراین به شدت با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات نظامی مواجه است. طبق گزارش رسانه‌ها، دولت پولند از زمان آغاز جنگ ده‌ها نظامی ارتش اوکراین را که پس از فرار از جنگ به گونه‌ای غیر قانونی از مرز عبور کرده بودند را بازداشت کرده است. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری ما. تا مجموعه خبری بعد، خدا نگهدار.